سلام، به صفحه دو خوش آمدید. فعالان حقوق بشر و خانواده متهمان میگویند در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و حتی فساد مالی که اخیراً بررسی می‌شود، نه تنها قاضی و دادستان یا مدعی العموم یک سوی داستان و در کنار هم هستند، حالا قوه قضاییه حلقه دور وکلا را هم تنگ‌تر می‌کند و با انواع قوانین و آیین‌نامه‌ها جلوی انتخاب آزاد وکیل را می‌گیرد. سه رویه مختلف باعث شده که وضعیت متهمان امنیتی و سیاسی به خصوص به شدت تحت شعاع قرار بگیرد و فعالان حقوق بشر از این زاویه بسیار نگران نه تنها متهمان که حتی وکلای آنانند. تأثیر این نوع تعیین وکیل را می شود در پرونده های پر سر و صدای اخیر دید، از جمله پرونده سه متهم اعتراضات آبان که با حکم اعدام روبرو شدند، یا پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجویی که متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق هستند. این فشار علاوه بر تشکیل پرونده و زندانی کردن شمار قابل توجهی از وکلا است که علارغم همه فشارها پرونده‌های سیاسی و امنیتی را گردن گرفته بودند. در برنامه امروز از دو وکیل که هر دو در مقاطعی پرونده‌های اینچنینی را به عهده داشتند می‌پرسیم این روند چه تأثیری بر پرونده‌ها، احکام و همینطور سرنوشت افراد دارد. نعمت احمدی وکیل دادگستری از تهران با ماست و سعید دهقان باز هم وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای IBA. خوش آمد میگم به هر دوی آقایون. آقای احمدی، شما وکیل با تجربه هستید، چه چیزی تغییر کرده که شما رو به عنوان یک وکیلی که سالهاست در این حوزه ها کار میکنید بیشتر نگران کرده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون. آنچه که منو ناراحت کرده، جامعه حقوقی رو ناراحت کرده، تنها من نیستم. وقتی که دادگاه ویژه باشه، قاضی ویژه باشه و وکیل هم ویژه باشه و اصول اولیه وکالت یعنی اصل 35 قانون اساسی و ماده واحده انتخاب وکیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام اونو تصویب کرد در سال 1370، اینا هیچ کدوم رعایت نشه و پشت درهای بسته و ما یه دفعه از طریق مطبوعات متوجه بشیم که چنین آرایی صادر شده، خب این دلواپسی داره. به هر حال ببینید، همینطور که قضاوت یک حق است که حاکمیت برای خودش قائل است، دفاع هم یک حقی است که حاکمیت باید اون دفاع رو بهش احترام بذاره. این حقوق اولیه است که متهمین داره. متاسفانه ما اگر دو بال بدونیم در رسیدگی‌های قضایی، یکی بال قضاوت و دیگری بال وکالت، این بال وکالت متاسفانه تقریبا میتونم بگم چیده شده و یک بال ناقصی است به وسیله وکلایی است که این عنوان مورد وثوق قوه قضاییه رو به خودشون اختصاص دادن. و اگر با خانواده این محکومین صحبت کنید، دلخونی از اون وکلا بیشتر دارن تا از نحوه رسیدگی قضایی. دقیقاً اشاره جالبی کردید، برای اینکه اجازه بدید من توییت خواهر یکی از متهمان رو بخونم، خواهر علی یونسی، که میگه که این وکیلی که شما انتخاب کردید بیشتر از خود قاضی و دادستان به ضرر برادر ما داره عمل میکنه و خیلی نگران وضعیت برادرش هست. من میخوام از آقای دهقان خواهش کنم وارد این بحث بشن. آقای دهقان، شما وکیل آقای درفشان هم هستید، کسی که خودش وکیل پرونده های اینچنینی بود و الان محکوم شده به 2 سال حبس و همینطور 2 سال محرومیت از وکالت. چه میگذره برای کسانی که وکالت این پرونده ها رو قبول میکنن؟ چه به سر وکلا میاد وقتی که چنین پرونده ای رو قبول میکنن؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین دوست و همکار ارجمندم جناب احمدی. قبل از اینکه به این سوال به طور مشخص جواب بدیم، تصادفاً باید یادآوری کنیم که امروز 14 مرداد هست و سال روز صدور فرمان مشروطیت و ما الان 114 سال بعد از صدور اون فرمان و مشروطه ایرانی اینجا نشستیم که در مورد همون یک کلمه قانون صحبت کنیم و البته عدالتخانه و اصولاً حاکمیت قانون و حاکمیت ملت و تمام بحث ما همون لغو یا نفی خودکامگی هست که خب قانون رو در واقع دور میزن.
این البته طنز تلخ تاریخی هست در چنین شرایطی قرار میگیره. واقعیتش اینه که فشار بر وکلا به طور مشخص در دو بخش باید بررسی بشه، یکی فشار بر نهاد وکالت هست و بخش دوم فشار بر خود وکلای دادگستری هست. ما نمیتونیم بدون این مقدمات برسیم به فشار به خود وکیل، چون وکلا بسیار متکثر است. فشار بر نهاد وکالت رو در بخش اول باید دید در خود قانون، یعنی همون باز همون قانون، یعنی وقتی شما صحبت از قانون میکنید سال 76 قانونی وضع میشه، قانون کیفیت عقد پروانه وکالت، که با اینکه عنوانش مشخص است چی صحبت باید بکنه، اما در اون قانون انتخاب هیئت مدیره کانون وکلا باید از طرف دادگاه عالی انسان قضات بگذره، این به مثابه شورای نگهبان در کانون وکلا است و در واقع به نوعی مهندسی میشه هیئت مدیره کانون وکلا. خب این اتفاق در آغاز سال اول دولت اصلاحات صورت میگیره، این سال 76. در سال پایانی دولت اول اصلاحات تصادفی این انگار قانون برنامه سوم توسعه ماده 187 گنجونده میشه که خب نهاد موازی برای کانون وکلا درست میشه، که خب این هم بسیار عجیبه، این تمام قواعد به استانداردهای بین المللی رو به هم میزنه. وقتی قرار باشه ما از یک مثلث یا از سه ضلع صحبت کنیم که دو ضلعش متعلق به حکومته، به هر حال دادستان از سوی حکومت هست و وکیل باید مستقل باشه، مستقل دفاع کنه از شهروندان و قاضی بی‌طرف باشه تا رسیدگی کنه. وقتی قرار باشه که ما تمام این قوانین رو بذاریم کنار و حتی وکیل هم وابسته حکومت باشه، سزل یا بی‌پناهی در واقع موکلین ما دامن زده میشه، که به طور طبیعی اینجا قوانین وقتی صحبت از قانون میکنیم داریم از یک قانون درست اصولی صحبت میکنیم که هم اصل 35 که جناب احمدی فرمودن ملاکه که حق انتخاب آزادانه وکیل هست، هم وقتی از قانون صحبت میکنیم ما نمیتونیم خلاف اصل 9 قانون اساسی که در واقع تفسیر ماده 48 وقتی وضع میشه خلاف اصل 35 فقط نیست، خلاف اصل 9 قانون اساسی هم هست، یعنی آزادی های مشروع شهروندان هم در اینجا سلب میشه. آقای دهقان من میخوام از شما یه خواهشی بکنم، خیلی من چون الان دو سه روز هست راجع به این دارم میخونم، این خیلی یعنی قضایا خیلی متعدد و پیچیده شده، یعنی شما هی نام مواد مختلف قانونی رو میارید که برای بیننده ما ممکنه هیچ معنای خاصی نده. بذارید من دونه دونه اینها رو بپرسم آقایون اینها رو روشن بکنن. من میدونم آقای احمدی به طور ویژه در مورد این در واقع وکلای 187 حرف دارن، با توجه به اینکه به هر حال اینها به نوعی تعیین شده و دست پرورده خود قوه قضاییه به حساب میان، چون کانون وکلا در واقع یک نهاد منفک هست از قوه قضاییه به نوعی، اما اینها رو باید قوه قضاییه در واقع امتحان میگیره، امتحان برگزار میکنه و مشاوران قوه قضاییه هستن. ممکنه در مورد این بگید چه چیزی در این مورد خاص شما رو نگران میکنه، اینکه مشاورانی تعیین بشن از طرف قوه قضاییه؟ جناب احمدی سلیمان شنیدید؟ من بگم؟ بله. ببینید خانم قاضی‌زاده، یک قصه پرغصه است برخورد با کانون وکلا، با تأسف. بعد از پیروزی انقلاب اولین هیئت مدیره ما سر از زندان آوردن، در آوردن، 16 سال سرنوشت کانون رو دادن دست یه فرد که ابوالمشاغل بود، 35 تا شغل داشت، اصلا نمی‌رسید به کانون بیاد، سپرد دست یک قائم مقامی و 16 سال دوره فترت ما ازش یاد میکنم. بعدش اون قانون کیفیت عقد پروانه وکالت آمد و هیئت مدیره ما رفت زیر مجموعه دادسرای انتظامی قضات. من هر دوره اسم می نویسم، هر دوره من رد صلاحیت و همسال ما دیگه جایی اونجا نداریم. اما به همین بسنده نشد. در برنامه سوم توسعه، من برای روشنگری و مردم بدونن این میگم، در برنامه سوم توسعه به خاطر اینکه بگن کار ایجاد بکنیم، قوه قضاییه آمد یک نهاد موازی درست کرد که برای یک نوبت به لیسانسیای حقوق بیاد پروانه مشاوره بده، اسمش از مرکز مشاوران قوه قضاییه. این یک فتح بابی شد، این مشاوران تبدیل شدن به وکیل، یعنی اگر همون قانون خودش هم نگاه میکرد اینا نباید کار وکالت میکردن. الانه و این امتحان رو کانون وکلا برگزار نمیکنه، خود قوه قضاییه برگزار میکنه. جمهوری اسلامی میدونید در موازی سازی نهادها خب تبحر داره. آمدن یک نهاد موازی درست کردن،
زیر نظر قوه قضاییه. ببینید اگر می توانستن کانون وکلا رو به نوعی منحل کنن می کردن، چون در جهان آرای ایران یا اگر از ایران بخواد در بیرون شرکت کنه، در هر جا شرکت کنه، باید عضو کانون وکلا باشه و کانون وکلا باید یک نهاد مستقل باشه. ولی در کنارش آمدن، اونم دانشجوی من، شاگردای امثال بنده، ما با اینا مسئله ای نداریم، با اصل مطلب، با کسانی که این فکر رو آوردن و 60-70 هزار نفر رو بدون اون به صلاحیت هایی که در کانون وکلا، ما 18 ماه کارآموزی داریم، یک اختباری داریم، من چند تا کارآموز دارم، اینا بندگان خدا بیشترین زحمت رو میکشن، یک امتحان اختباری داریم، نه خیر اونا یک امتحان میگیرن و هر قاضی هم که هنوز امروز بازنشسته نشده یک پروانه میدن که خب این خلاف همه اصوله و هیچ ارتباطی با ما ندارن. و عرض کردم ما با وکلا خب ببخشید آقای احمدی، چقدر اینا حضور دارن این مشاوران در پرونده های این چنینی؟ چقدر در پرونده های مثلا امنیتی سیاسی شما حضور مشاوران رو میبینید و به چه شکلی؟ ببینید در پرونده های امنیتی، اگر حالا در نوبت بعدی که خیلی من شنوندگان بینندگان خسته نکنم براتون توضیح میدم مثلا چرا پرونده های امنیتی به این سرنوشتشون گرفتار شدن. اونجا یه سری وکیل انتخاب کردن، قوه قضاییه میگن وکیل های مورد وثوق منن، انتخاب کرده، نگفته که هم از مرکز مشاوران باشن هم از کانون، آمدن یه سری افرادی رو انتخاب، خیلی تعداد زیادی از اون وکلایی که هم تا دیروز قاضی بودن نمیتوانن. این دوباره برای میرسونه به ماده 48 دوباره دیگه. بذارید ماده 48 از آقای دهقان بپرسم که خیلی ساکت هستن. آقای دهقان، ماده 48 ظاهرا از جای شروع میشه که در قوه قضاییه تحت نظارت آقای شاه ببخشید آقای لاریجانی قرار میشه که وکلایی در واقع برن در پرونده های امنیتی حاضر بشن که قابل اعتماد حکومت هستن و بعد ماده 48 میاد وسط. ممکن شما یه مقدار راجع به روند این بگین و اینکه الان مشخص است چه تعدادن کسایی که مورد وثوق هستن و اینا چه کسانی هستن؟ آیا میشه شناخت اینها رو؟ من اول باید توضیح بدم که ما پرونده های سیاسی عقیدتی رو در موردش بحث میکنیم، نه سیاسی امنیتی. این بحثیه که دوستان مطرح میکنن. سیاسی عقیدتی پرونده حقوق بشری رو در واقع به طور اطلاق باید در موردش حرف زد و به این عنوان امنیتی عنوان صحیح نیست که در موردش صحبت بشه. ولی حکومت به اینها میگه پرونده های امنیتی، درسته؟ بله. خب این تلقی اونها اشتباه میشه، اشتباه برداشت کردن، وگرنه خود بحث سیاسی عقیدتی هست و بسیار مهمه. ما در پرونده حقوق بشری داریم بحث میکنیم و تبلیغ علیه نظام مثلا که فصل مشترک همه این اتهامات هست، کجاش امنیتیه؟ خب حق اعتراض، حق آزادی بیانه. من میتونم منتقد باشم، میتونم معترض باشم، خب چرا ربطی به امنیت کشور داره؟ بنابراین این بحث خیلی مهمه که حالا مصطفا باید در موردش صحبت بشه. زنده در مورد ماده 48 حالا فرمودین زیاد از مواد صحبت نکنیم، ولی خود ماده اصلا مشکل نداره. مشکل اصلی تفسیر است. اتفاقا ماده 48 یک از مواد خوبه. ما از خود ماده استفاده میکنیم، وقتی ملاقات میکنیم موانع میبینیم، گزارش به قاضی میدیم، قضات عالمی هستن بهش رسیدگی میکنن، اخبار به ضابطان میدن. به همین سادگی نیست، ما تفسیر رو مشکل داریم. و تفسیر هم در سال 94 به نحو غیر قانونی در واقع وضع شده. نکته مهمیه، اگر ما تونستیم در بعضی از پرونده ها، حالا چه دیمای 96 چه آبان 98 این پرونده اخیر، بعضی وقتا در همون محله دادسرا هم ورود کنیم و به نوعی تبصر اعمال نشه، برای اینکه قضاتی هستن دقت میکنن به استدلالهای ما، از جمله اینکه در تبصره گفته به تایید رئیس قوه برسه، در حالی که لیستایی که بیرون اومد در دو سری لیست ها امضای ریاست رو نداره. و یعنی در دوره آقای لاریجانی هم، آقای لاریجانی در یکی از مصاحبه‌ها گفتن که من قبول ندارم و آقای رئیسی هم قبول نکردم و آقای خلفی رئیس حوزه ریاست اون وقت امضا کردن. خب خلاف تفسیر است، تفسیر میگه رئیس قوه. جالب هست اینی که میگید، چون معاون قوه قضاییه شخصی هست به اسم محمد مصدق
گفته من تلاشمو کردم این اتفاق نیفته ولی اتفاق افتاد، به شدت مخالفت کرده، گفته که این تصویب ارائه ریست نه تنها غیر وارد، کاملا بی مبنا، حتی سخیفه. یعنی مشخص است که در داخل قوه قضاییه هم مخالفت هایی وجود داره، بعضی از اونها از این منظر که داره این در واقع یک رانت ویژه ایجاد میکنه برای بعضی از وکلا. شما خودتون به هر حال در این پرونده ها شما میفرمایید پرونده هایی در واقع هستند که شما به عنوان وکیل میتونید برید قاضی رو راضی بکنید که این پرونده ها پرونده هایی نیستن که لازم باشه که اون وکلای مورد وثوق حتما در مرحله تحقیق باشن. چقدر قابل انجام هست؟ چقدر قضات به حرف شما گوش میدن در این زمینه ها؟ بسیار اندک. به قول حقوقدانان در حکم عدم، وقتی صحبت از هزاران دستگیر شده است و ما صحبت از 5 یا 10 موفقیت در مذاکره میکنیم، در حکم عدمه. این الزاما موفقیت نیست، قانون غلط غلطه. ضمن من تصحیح بکنم، آقای معاون حقوقی اتفاقا واژه‌ای رو به کار بردن که شما امروز به کار نبردید. ایشون خیلی صریح گفتن این تفسیر ننگ قوه قضاییه. خیلی سریع داخل گیومه میذارم فرمایش ایشون رو، برای این نشون میده که در داخل قوه هم مخالفت هایی هست. اتفاقا ما از همین مخالفت ها در مذاکرات استفاده میکنیم و از همون رانتی که استفاده کرده یه سری از وکلا استفاده کردن و نهایتا اتفاقات در واقع فساد اقتصادی هم ایجاد شده. و مسئله بدتر این که خب علیه موکل میشه، یعنی موکل بی پناهیش بهش دامن زده میشه. من عرضم به طور مشخص اینه، ما یا با قوانین کار داریم یا نداریم. ما که اصلا ابزاری نداریم، با من وکیل دادگستری ما 2 تا ابزار بیشتر نداریم، قلم و قانون. اگر در نهایت در قدرت نقلی از قدرت میکنیم، یه قاف سومی هست که در موردش ما بحث میکنیم که آقا شما قدرتتون از قانون باید بگیرید، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون. اما قانون هم معنا داره، شما نمیتونید قانون رو به منظر شخصی و سلیقه شخصی اعمال کنید. یعنی وقتی میگیم قانون، مثلا ما قانون نداریم اما میبینید در مشهد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان رو با یه مجوز از استاد امر معروف میگیرن، خب این که قانون نیست، اصلا اون مرجع قانونی نیست. یا قانون داریم اما خلاف اصول قانون اساسی تدوین میشه، مثل قانون ممنوعیت ماهواره. خب خبرگزاری رسمی کشور اعلام کردن 90% مردم ماهواره استفاده میکنن، این چه قانونیه که ربع قرن 90% مردم رو متخلف از قانون میشه؟ دهقان اگه متمرکز بشیم رو همین داستانی که الان داریم در مورد وکلا، به نظر شما مشکل اقدامات غیر قانونی است یا قانون هایی که دست و بال رو میبنده و کار رو به اینجا میرسونه؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم. هر دو. ببینید، هم ما قوانینی داریم که ایراد اساسی داره، خلاف موازین و خلاف اصول قانون اساسی هست و باید، چون آزادی مشروع مردم رو سلب میکنه، باید بهش رسیدگی بشه، فرقی نمیکنه. هم قوانینی داریم که شاید درست باشه یا تا حدودی قابل دفاع باشه اما در اجرا بسیار سلیقه‌ای رفتار میشه. وقتی صحبت از ویژه میشه، ما از قاضی ویژه فقط صحبت نمی‌کنیم، یه سیره. ببینید در پرونده هایی که فشار بر وکلا یا فعالان مدنی وقتی میاد، یه سیره. دادسرای اوین، دادسرایی هست معروف به دادسرای امنیت شعبات خاص، میاد دادگاه انقلاب، چند شعبه خاص ویژه داره رسیدگی میشه، اعتراض به رأی دادگاه بدبی میکنی، میره دادگاه تجدید نظر، 2-3 شعبه خاص مستقر در ساختمون دادگاه انقلاب باز هم داره ویژه بهش رسیدگی میکنه، وقتی باز اعاده دادرسی میکنه میره دیوان عالی کشور، باز 2-3 شعبه خاص. خب در واقع A تا Z پرونده در واقع یه سیدی داره در واقع کوشش میده که اصولا میتونه خلاف قانون باشه. ما حتی به بعضی از قضات دادگاه انقلاب عرض کردیم ما ویژه بودن رو اختصاصی نمیبینیم، تخصصی میبینیم. شما اختصاصا رسیدگی میکنید در حالی که تخصصی باید بحث بشه. یک بحث ویژه خیلی جالبه، بحث ویژه خیلی جالبه. اگر دیروز مثلا برنامه های بی بی سی رو دیده باشید، یکی از متهمان پرونده پتروشیمی که داماد آقای نعمت‌زاده است، آقای اشرفی ریاحی، میگه که میگه در پرونده اونها هم شاکی هست از شیوه رسیدگی و شیوهی که قاضی برخورد میکنه و میگه که در اون هم گفتند که باید وکلای در واقع تبصره 48 باشند و او هم معتقد هست. از طرف دیگه ما یه بحث دیگه اینجا باز تو پرانتز باز میکنیم، مثلا وکلای تسخیری که اصلش ظاهرا باید خوب باشه، در واقع باید گفته شده که برای اینکه همه باید وکیل داشته باشن، باید حتی اگه نمیتونن وکیلی رو خود قوه قضاییه برای اینها در نظر بگیره. اما مثلا من گفتم این توییت رو بخونم از آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، میگه آن وکیل تسخیری رضا دردی‌زاده که منصوب کرده اید بیشتر در نقش هموار کننده سناریوی نیروهای امنیتی است تا موکل و مدافع برادرم.
آیا احمدی، این وکلای تسخیری که صحبتشون به میون میاد در پرونده سه نفری که محکوم به اعدام شدن در آبان و اون طوفان توییتری براشون راه افتاد هم مطرح هست، اینها چیه داستانش؟ چرا انقدر نگرانی هست از وجود این افراد؟ بذار من به صورت خلاصه این تفسیر ماده 48 رو بگم و متاسفانه قضات تفسیر دیگه ازش داره. در این تفسیر ماده 48 که خب همه باش مخالفیم، مثلا از شیوه تصویبش هم آقای مطهری اومد و اصلا تو سن مجلس نیومده و آقای خداییان هم که الان اون موقع معاون اجرایی بود اون گفت ما هم متوجه نشدیم، آقای مصدق هم گفتش که وهن دستگاه قضاییه و خب اون واژه‌ای که همکارم جناب دهقان گفتن. ببینید در این تفسیر ماده 48 مردم بذار آگاه باشن، در ماده 48 میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی، ما یه مرحله دادسرا داریم یه مرحله دادگاه داریم، میگه در مرحله دادسرا به خاطر اینکه پرونده ها جنبه محرمانه داره میتونن وکیل داشته باشن، وکیلشون باید اونجا صحبتی نکنه، بیش از یک ساعت گپ نزنه و امثال اینا، آمدن در اصلاحیه‌ای که گذاشتن و من غیر حق بود و شیوه قانون نذاشتن تبصره الحاق کردن، آمدن ماده 48 رو محدود کردن، گفتن این وکلا باید مورد وثوق قوه قضاییه باشن و این وکلا، خب ببینید در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسرا، اصلا تو دادگاه دیگه نباید باشه، تو مرحله دادسرا این وکلا باید باشن. قضات یک تفسیر رو به رأی کردن در دادگاه هم آوردنش. اما در مسئله‌ای که آقای داماد آقای وزیر مطرح کردن، این مربوط به استجازه مقام معظم رهبری است، خیلی فرق میکنه با مسئله تسخیری. وکیل تسخیری ببینید اصل 35 قانون اساسی میگه همه طرفین دعوا باید وکیل داشته باشن، میتونن وکیل داشته باشن، اگر امکان تعیین وکیل ندارن خب دولت براشون وکیل تعیین کنه. در قانون هم آمده است در جرائم خاص، یعنی جرائمی که منجر به یک سری مجازات های سنگین میشه، اگر طرف امکان تهیه وکیل تعیینی نداره، یعنی به رقل وکاله بده نداره، دادگاه مکلف است وکیل تسخیری تعیین بکنه. وکیل تسخیری رو نباید دادگاه تعیین بکنه، باید بفرستن به کانون وکلا. در کانون وکلا بگم برای این موضوع ما وکیل تسخیری آره مدی وقت چون کم هست، این وکلای تسخیری و این وکلای تبصره 48 رو هم منطبق میشن اینا همونان؟ نه یا دو سری مختلف؟ وکلای تبصره ماده 48 وکلایی هن که مورد وثوق قوه قضایی هن، که همون وکلایی هن که به قول متوجه شده. بله، ولی وکلای تسخیری میتونه من باشم، میتونه جناب دهقان باشه، میتونه هر کس باشه، و این در جرائم خاص که جرائمی که منجر به 20 سال حبس و بالا یا اعدام میشه، چون اگر پرونده ای در دیوان عالی کشور مطرح بشه، یعنی مرجع تجدید دیوان عالی کشور باشد و در مرحله بعدی وکیل نداشته باشه، اون رأی نقض میشه. به خاطر جلوگیری از این نقض طرفم وکیل خودش تعیین نکرده از بین وکلا. تا به حال رسم و رویه این بود، به کانون وکلا اعلام میکردن که شما یه وکیل رو ما بدید در این موضوع. الان قضات این دادگاه ها میان یک فردی رو که خودشون مد نظرشونه صحیح. از بین وکلا میتونه ماده 48 میتونه مرکز مشاوران باشه، میتونه کانون وکلا باشه، یک نفر رو تعیین کنه که اصلا اون متهم. ممنونم جناب احمدی، متوجه شدم. خیلی من عذرخواهی میکنم، وقت ما بله وقت ما متاسفانه خیلی کوتاه بود و تموم شد، ولی این بحث از اون بحثایی هست که ما باید باز بهش برگردیم. امیدوارم مردم هم متوجه شده باشن بخشایی از این مواد و مسائل قانونی رو. آقای احمدی، آقای دهقان، ممنون از شما و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی روز پنجشنبه شب روزتون خوش.